دکتر فرهنگ هلاکویی وقتی به ایران برگشت از ایالات متحده آمریکا، خب کارش رو در ایران شروع کرد، در دانشگاه، در رادیو تلویزیون، و اون زمان 24 سال کوچکتر از سنش، کمتر از محمد رضا شاه پهلوی بود، فاصله سنی 24 سال، یعنی یک جوان تحصیل کرده آمده و رهبری و زعامت و مدیریت مملکت در اختیار شخصیتی است که با او 24 سال فاصله داره. زندگی سیاسی واقعا متلاطم بوده و پر فراز و نشیب، زندگی سیاسی محمد رضا شاه که وقتی درگذشت فقط 60 سال داشت، فقط الان اگه زنده بود 104 سالش بود. او مدیریت کشور در یک منطقه همیشه بحرانی داشت، یعنی خاورمیانه، که استعمار دمار از روزگارش درآورد. امروز از دکتر فرهنگ هلاکویی میخوام درخواست بکنم برای اولین بار، حالا بعد از گذشت این همه 40 اندی سال، ببینیم که ایشون چه نگاهی داره به محمد رضا شاه پهلوی، چه جایگاهی برای قائل در تاریخ. دکتر هلاکویی درود بر شما، خیلی خوش آمدید. درود به شما و شنوندگان عزیز و ارجمندتون. من اجازه میخوام یه مقدمه کوتاهی عرض کنم. من روز دوشنبه از سر ناپرهیزی آمدم به رادیو، البته قرار بود که برنامه زنده جامعه سالم رو داشته باشم. با اونجا شما فرمودید که میخوام در روز چهارشنبه درباره محمد رضا شاه پهلوی، شاه فقید ایران، با تو صحبت کنم. عرض کردم نه، من این کار رو نمی کنم، چیزی اولا نمیدانم، دومم اصلا باش راحت و آسوده نیستم. شما هم فرمودید نه خیر، همین است که هست، و منم فکر کردم با اون پاسخ کار من آزاد و رها شده و منتظر بودم. امروز وقتی که یه صحبت کوتاه چند، شاید یکی دقیقه ای دو دقیقه ای داشتیم، دیدم نه بر سر حرفتون هستی تو، بازم خب خیلی نترسیدم نلرزیدم. اما وقتی که مقدمه ای رو که در آغاز برنامه امروز داشت بیان فرمودید، متوجه شدم که من چگونه به خاطر یه تکه پنیر آمدم توی این، عرض کنم چی بهش میگن که موش رو میگیرند، تو تله افتادم، و خب دیگه یه کمی دیر بود برای که اعلان شده بود. دو تا نکته هم باز مجبورم عرض کنم. یکی، اصولا خود استانی هم میدونید من به دلیل یه ویژگی روانی و گرفتاریایی که دارم اصلا دلم نمیخواد راجع به کسی صحبت کنم. راجع به موضوعا چرا؟ بسیار تندم، تیزم، بیرحمم، ولی وقتی به انسان میرسه نه، چون یه باوری دارم که در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم، یا هرگز گناه کسی نزد دیگری مبر، شاید خدایش بخشیده باشد. و هم دوستانم میدونن تو جای مختلف من کاری به کاری کسی ندارم و اصلا حاضرم نیستم بشنوم، حتی وقتی که عزیزانی لطف بکنن تعریف کنن، همینقدر که بخواد مقایسه کنن من رو به هم میریزه، برای فکر کنم به هر حال من منم و اون دوست عزیز او، و به همین در این زمینه مسئله. دوم، درباره محمد رضا شاه پهلوی، آنچه که مخصوصا با توجه به نوع کاری که دارم واقعا نمیدانم، یعنی نه تنها کم دانم، نادانم، و حتی اون مبانی یا اون اصولی که بسیاری از دوستان به خاطر مطالعاتی کردن در زمینهای مختلف رو واقعا نمیدونم. بنابراین امیدوارم، فکر نکنید میدونید، محل یک تعارف نیستم. دوم، اصلا چیزی به اسم تواضع و فروتنی سرم نمیشه، ای بسا دوست ندارم، درستم نمیدونم. مثلا وقتی که من میبینم در یک کشوری که الان ما هستیم، شما یه فرد آگاه، دانای، اهل تحقیقی که بیش از شاید 50 سال عمرش رو به روی این موضوع و حتی مسائل مربوط به خاندان پهلوی و محمد رضا شاه پهلوی گذاشته، مثل آقای دکتر عباس میلانی، استاد برجسته دانشگاه استنفورد که جزو 3 دانشگاه یا 5 دانشگاه اول جهانه، و بعدم آگاهی و مطالعات و تحقیقات و پیگیری که با صدها، حتما نه هزارها سند و مدرک این موضوعها رو شکافتن، یادم مثل من واقعا چیزی نمیدم. این که اولا امیدوارم شنوندگان خوب و عزیز قبول کنن که من ممکنه حرفی بزنم
که ناشی از گفتم ای کاش کمدانی بود، نادانی است، ولی یه مقدار شاید حرفای صحبتایی یا تجربیات شخصی یا از این و اونی که میتونستم بهش اتکا کنم شنیده باشم که اونو میتونم بازگو کنم. خوشحالم که در این قسمت شما اشاره فرمودید که ما در چه وضعیت خاصی قرار داشتیم. یکی خاورمیانه ای رو تصور بفرمایید ظرف مثلا 60 سال گذشته که کنار ما برخی از وقت صبح بلند میشه در عراق کودتا شده بود، فردایی که دیگه کودتا میکرد اصلا معلوم نبود کی رئیس جمهوره، یا فرض کنید سوریه با مسائل خاصش و خودش رو که داشت، جنگ سردی که آغاز شده بود و بعدن ما یه چیزی فکر کنم نزدیک 1100-1200 مایل مرز داریم با روسیه، امروز اتحاد جماهیر شوروی اون زمان، بعدم اون آرزویی که از دوره‌های قبل بود که هم ایران رو داشته باشن هم دسترسی کامل به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان و آب‌های گرم اونجا رو داشته باشن که شاهرهای حیاتی یه مقدار حمل و نقل ولی به ویژه نفت به عنوان منبع اصلی و اساسی انرژی. در این طوفان و بحران ماجرای اعراب و اسرائیل مطرح بود که خود اونا مسئله بود. ایران از نظر اقتصادی با توجه به اهمیتی که مخصوصا نفت داشت و بعدن اوپک پیدا کرده بود و یک کسی قرار بود به نوعی رهبری و آگاهی رو که داشت در جهت حفظ منافع اون منطقه به ویژه ایران به کار بگیره، همطور که اشاره فرمودید طوفان و قوقای عجیب و غریبی بود و دوره سخت و سنگین بحران، اونم تازه یک حکومتی که بعد از جنگ جهانی دوم و با نوعی تبعید پدر در جوانی به پسر رسیده و حالا در یه چنین شرایطی است. باز این نکته رو عرض کنم، از یک طرف حزب توده و وابستگیش به اتحاد جماهیر شوروی، احزاب تند دیگر مارکسیستی و ارتباطشون فرض کنید با چین و بقیه مراکز مارکسیستی از یه طرف، جبهه ملی و ملی گرایانی که به هر حال به دنبال یه مقدار تجدید اصولی بودن که یا از انقلاب مشروطیت یا در دوران دکتر مصدق بود و اون رو به گونه‌ای می‌خواستن احیا و زنده کنن، و همه اینا یه دوره بسیار خاص بحرانی رو به وجود می‌آورد. تازه مسئله به یک اعتبار حتی خارجی‌ها به ویژه آمریکا، ماجرای دوران کارتر و بعدن ریگان، همه اینا وقتی کنار هم می‌گذارید یه دورانی بوده که بسیار طوفانی و بحرانی بوده و در این ایام هست که محمد رضا شاه پهلوی شاه ایران قرار بوده حکومت کنه، سلطنت کنه، که خود اینم میدونید بحث و گفتگوست، اونم تازه با قانون اساسی 1906 و حتی تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ روس و یا اتحاد جماهیر شوروی انگلستان بگم 1920، همه اینا نشون دهنده این است که چه وضعیتی بوده. در اینجا من چه که مورد نظر هستادی هست حتما چیزایی به خصوص، یا من در هفتش زمینه تو همین فرصت کوتاه، چون نه فرصتی برای مطالعه از تحقیق از هیچی، فقط قرار بود که کمی ذهن خودم رو ببینم کجا ایستادم و بعد فکر کردم میتونم درباره محمد رضا شاه پهلوی چیزایی که میدونم و کمی خیلی هم کمه، خیلی هم سطحیه، خیلی هم ای بسا شنیده هاست رو اونها رو خدمتتون عرض کنم. درباره فکر میکنم آنچه که مربوط به خاندان پهلوی و دربار میشد، موضوع بیماری که در مسیر کشتن میرفت، سرطانی که وجود داشت، یه مقدار که خیلی خیلی کم میدونم ویژگی‌های روانی ایشون و جنبه‌های دیگری که به هر حال به عنوان یک پادشاه یا به عنوان رهبر
مطرح است میتونم حرفایی بزنم. حالا یا شما من بفرمایید در کدام زمینه نظر من رو میخواید خدمتتون عرض کنم کوتاه، یا اینکه عرض کنم البته درباره شخص ایشون، و یا اینکه من یک مطالب بگم. ولی واقعا چیزی که هرگزم راجبش حرف نزدم، هرگزم صحبتی سخنرانی نداشتم، هرگزم پاسخ هیچ کسی رو چون زورم میرسیده در این باره ندادم غیر از شما که زورم نمیرسه، اینه که هر جور شما میخواید من رو که حالا شما آقای دکتر از خرج شروع بکنید به نظرم شنیدنیست. انتخاب با خود شما و سراپا گوشی. خب بذارید من اول خدمتتون عرض کنم، من در شناخت خیلی کلی با توجه به سخنرانی ها، مصاحبه ها، حرفای شنیده از اون، شما با یه فرد باهوشی روبرو هستید. یعنی تردید نیست که محمد رضا شاه پهلوی مرد باهوش یا بسیار باهوشی بود، یعنی اون چیزی که به هر حال ملاک بود. از نظر عقلی و استدلالی شما وقتی که صد تا مطلب رو میشنیدید هیچ فکر نمی کردید، چون یه اساسی استدلال داره دیگه، اصلا ارسطو به همین جد منطق رو وضع کرد، درش اینگونه تضاد و تعارض و تناقضی نمی دیدید. یعنی اینگونه نبود که یه روز باران بیاد رحمت الهی است، دو روز که آمد سیل شد بشه قهر طبیعت و شما معطل بمونید خدا کجا رفت، طبیعت از کجا سر کلش پیدا شد. یعنی شما میتونید بگید که من با یه آدم باهوشی روبرو هستم که از نظر استدلال، تجزیه و تحلیل آدم آگاه تحصیل کرده است با توجه به شرایط و وضعیت داره. تسلط او به دو زبان انگلیسی و فرانسه به عنوان تسلط، نه به عنوان کسی که انگلیسی فرانسه بلده، نه، اون کسی که به راحتی میتونه حرف بزنه، بتونه با کسانی که زبان مادریشون هست راحت و آسوده باشه، بعدم این زبان رو در حدی که لغت به لغت ترجمه شده نداره، یه فهم و برداشتی ازش داره که اون مهمه. که ما بسیاری از اوقات بعد از 10-20-30 سال فرض کنید در کشورهای مختلف بودن به این راحتی ها به اونجا نمیرسیم، ولی از اینجا که ایشون از کودکی با این دو زبان آشنا بود و در جایی که تحصیلات رو گذارند و در مدارس شبانه روزی و اینها همه اون آگاهی ها رو داشت، بنابراین اون تسلط و امکان ارتباط مستقیم بسیار کمک میکرد. تردید نیست که در جهت آنچه که ما به عنوان دانش یا علم اقتصاد میدونیم، آنچه که به عنوان اصولی که در سیاست به نوعی در جهان حاکمه، اون چیزی که مربوط به مسائل دیپلماسی میشه، کاملا از اونها با خبر بود. یعنی حالا عرض میکنم وقتی که گفتگوهایی میشد با کسانی که کار و تخصصشون این بود، که من در دانشگاه با برخی از اینا که گفتگو میکردم متوجه میشدن که قبول داشتن، موضوع رو میدونه و متوجه هست. یعنی بیخبر از این موضوعهای اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی نیست. یه حساسیتی که داشت، باید این خدمتون رو عرض کنم که من یکی دو مورد داشتم، اگر یه روزنامه‌ای که بس 5000 تا تیراژ نداشت در امریکا یا آلمان یا فرانسه یه چیزی علیه او یا ایران مینوشت، به یک باره باید تمام سیستم وزارت امور خارجه و سفیران رو درگیر میشن که اون روزنامه رو یا به نوشتن مقاله دیگری یا بهتری یا ساکتش کنن. یه حساسیتی داشت که این لباس سفیدی که فکر میکرد تن ایران هست لکه دار نشه. یه از در من مخصوصا وقتی که من آمدم امریکا متوجه شدم نه، میشه حرف مختلف و مخالف رو هم شنید و یه بس رو از 1000 نفر یه نفر هم خیلی بهش اهمیت نمیده، اونم مخصوصا در صحنه سیاسی. ولی میخوام این خدمتتون عرض کنم که یه همچین حساسیت هایی رو شما کاملا میتونستید بدونید. در جهت موضوع اجتماعی هم آگاهیش رو داشت، اما در جهت مسائل روانی نمیدونم. یعنی اینکه چند اندازه به موضوع روانی اگر بخوایم تفکیک کنیم ایشون آگاه بود نمیدونم. دو سه تا نکته رو در موردشون میدونم. اولا در یک خانواده بزرگ شده که در یک بحران و طوفان حتی کمی مرگ و زندگی و بودن و نبودن روبروست. به هر حال رضا شاه است که به قدرت رسیده و مسیر رو طی کرده که میشناسیم، و خب ایشون در اون خانواده بزرگ شده، اونم پدری که
با توجه به ویژگی روانیش معلومه که بچه ها با چه موضوع یا حتی مسائل مشکلاتی روبرو میشن، یعنی اونا رو میشه درباره‌اش صحبت کرد. بعد موضوع دوم دوقلو بودن ایشون هست که اگر اشتباه نکنم با والا حضرت اشرف. خب خود این دوقلوها، مطالعات مربوط به دوقلوها نشون میده که درگیر چه چالش هایی و چه موضوع ها و مسائلی هستند. در این حال من شنیدم، نمیدونم، که مادر ایشون بسیار مذهبی بوده و این مفهوم مذهبی بودن در اون زمان در جامعه ایران معناش این نیست که ایشون آگاهی پرس کنید به متون اسلامی یا حتی قرآن کریم یا هر چیزی داشته، نه، مذهبی بودن یعنی یه مقدار باورهای شنیده شده از کسانی که به هر حال حرف پریشان نامربوط بی خودی فراوون میزنن و این نوع خب حساسیت از جانب مادر یه زمینه رو درست کرده. و همینجا اجازه میخوام نظرم رو عرض کنم و اگر هر کس من بگه این نظرت درست نیست، اصلا درست نیست، کاملا میپذیرم چون واقعا یه نظر است. ایشون یه باورهای مذهبی به نظر میرسه داشت. وقتی که درباره فرض کنید که حفاظتی که از جانب ائمه شده بیان میکرد، اینا رو به نظر میرسه حس کرده بود، احساس کرده بود و باور داشت، دروغ نمیگفت برای که تظاهر به مذهب کنه. و همین جاست که میدونید جامعه بودی یه مسئله جدی در ادیان مطرحه. یعنی سه تا موضوع رو اجازه میخوام خدمتتون عرض کنم. موضوع اول یه تصور و توهمی ما داریم که تا ریشاش هم میدونیم که فرض کنید اگر 8 میلیارد انسان رو کره زمینه و یا این همه موجودات دیگه هستند، بر اساس یه باوری مثل که همه اینا به نوعی بر اساس اراده و مشیت خدا که زیر عنوان قضا و قدر و تقدیر و سرنوشت نوشته شده. یعنی شما بگذاریم از این که این حرف چقدر خالیه، چقدر مسئله انسان رو از آزادی دور میکنه، از اخلاق دور میکنه، از مسئولیت دور میکنه، تبدیلش میکنه به پدیدهای فیزیکی و مادی دیگه بر اساس اصل علیتی که در طبیعت گذاشته شده حرکت میکنه. خب بنابراین شما اصلا فکر کنید یه باوری در جهت قضا و قدر و سرنوشت تقدیر که من توی گفتگوی 2 ساعته هم مطرحش کردم بسیار ویرانگره و اصلا انسان رو تبدیل میکنه به هیچ، مخصوصا اگر اینا رو باور کنه یا مخصوصا در موارد مهم باور کنه. حالا بعد ایشون یه فرصتی هم پیدا میکرد فکر خب اگر خدا حواسش به همه است، خدا حواسش به یه پادشاه یه کشور 40 میلیونی که خیلی بیشتره. و این توهم که یا همه چیز رو از قبل نوشتن که اصلا دیگه مسئولیت و اخلاق و همه دور ریخته میشه، یا اینکه نه، عامل دیگری که در اینجاست به اسم معجزه است که اجازه بدید میدونم خیلی ها را اذیت بکنم، اصلا معجزه هیچ وقت اتفاق نیفتاده. یعنی نه معجزاتی که در تورات هست در خصوص 40 سالی که حضرت موسی از مصر به اراضی مقدسه رفتند، نه معجزاتی که در انجیل هست، اصلا واقعیت نداره. یعنی به راحتی میشه ثابت کرد نداره. فرض بفرمایید اولا این معجزه هیچ چیز رو عوض نکرده، تغییر به وجود نیورده، مؤمنین رو به نوعی به وجود نیورده، یعنی مردم باور نکردن، هیچ جایی تاریخی سند و مدرکی براش نیست. حتی فرض بفرمایید شکافتن حالا دریا یا رودخانه نیل یا هر چیزی اصلا با توجه به پایتخت و بدن عرض ماسه از اون مسیر نمیذاره. اینا دریای احمر بودن که در زمانی که آب بالا میامد چون سنگی بودن ساحل، آب که مد میشد اینجا رو آب میگرفت، وقتی جذب میشد پایین میرفت، مردم میتونستن از روش حرکت کنن و احتمالا اگر حرکتی بوده از اونجا گذشتن، فرعون وقتی آمده با قواش رفتن رها کرد. یعنی قرار نیست دریایی بشکافه. برای اینکه شما ببینید برای خروج حضرت موسی از مصر به یک اعتبار 7 تا 8 تا حتی تا 14 تا معجزه خدا میکنه، آب رودخانه رو گلگون میکنه، بچه های اول کشته میشن و و و
برای چی؟ برای که اجازه خروج این قوم بده. اما اقلا در 12 نقطه در تورات گفته میشه و خدا قلب فرعون را سخت گردان که اجازه خروج ندهد. آه قربونت تو، اگر هدف اینه که اجازه خروج بده، خب قلب اینو سست کن که بذاره برن. یعنی چه فکر کنین؟ به من بگن تو یه راهی داری که میتونی یه نفر از مرگ نجات بدی، اما یه راه دیگری وجود داره که 100,000 نفر با درگیر بشن یه کارایی بکنن دیگه، بس هزاران آسیب ببینن تا این کار. خب این راه اول چرا ما نریم؟ چون راجع به خدای توانا صحبت کنید. برای قدرت خدا در اینه که جهان رو به گونه‌ای درست کنه که احتیاج به تعمیر و تصحیح نداشته باشه. اگه دائما بیا تعمیر و تصحیح کنه که این خدای دانای توانا نیست. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم قصه معجزه این گونه است. بعدم شما نگاه کنید به حتی زمان است مسیح، ببخشید دارم حاشیه میرم ولی حالا که من رو به این جا کشوندید اینو عرض کنم. حضرت مسیح نه کور شفا داد، نه کر شنوا کرد، نه مرده زنده کرد، اصلا اینا نبود. برای که اصلا همچی اتفاقی نیفتاد. حتی درباره خود حضرت مسیح پرسش جدی بود تا سالها که اصلا وجود داشت یا نه، ولی فرض کنیم وجود داشته و باور من هست که وجود داشته. ولی وقتی که میخوان ایشون رو محاکمه کنن در تالار قیافه و حنان، بگذاریم از اینکه یهودای از خلیوتی به 30 پار نقره حضرت رو میفروشه، پتروس در یه شب 3 دفعه حضرت مسیح رو انکار میکنه که بار آخر بانگ خروس بلند میشه و یادش میاد که حضرت مسیح به او فرموده بودن که تو اینقدر ادعای ایمان ایمان نکن، تو هم کسی هستی که من رو یه روز 3 بار انکار میکنی. وقتی در تالار قیافه و حنان اومدن گفتن که معجزه میخواییم، جمله‌ای که در انجیل ها تکرار شده، فرقه شریر زناکار معجزه میطلبد و به ایشان جز آیت یا معجزه نبی یونس نبی داده نمیشه که 3 روز در شکم ما نهنگ میمونه که بعدن به آسمان میره. یعنی اصلا نبوده. بله به شما نگاه کنید به معتبرترین انجیل، انجیل یوحناست، یعنی کسی در دقت دانش و آگاهیش اصلا بیشتره تو این 4 تا انجیل، متی، لوقا، مرقس، یوحنا. یوحنا میگه حضرت مسیح در وقت شهادت 12 تا حواری داشت که 2 تاشو الان دیدیم، یهودای اسخریوطی و پتروس و 120 مؤمن. همین این داستان فیلمایی که هزاران هزار نفر میان کجا بود؟ بله وقتی که حاکم رومی خواست که حضرت مسیح رو و یا اون باراباس یا بارا و هرچه رو اعدام کنه، گفت شب عید پسح هست، یک شوره میتونین آزاد کنین، همه فریاد زدن اون باراباس رو آزاد کنین، حضرت مسیح رو به صلیب بکشین. کون مرده زنده شده؟ چون فامیل اونا چی شدن؟ کورا چی شدن؟ کرا چی شدن؟ لالا چی شدن؟ اون کسانی که جزامی بودن چی شدن؟ نبوده. یعنی اصلا هیچ، یعنی میخوام به شما بگم این قصه عجیب و غریبی است که وقتی وارد سیستم خرافی میشه باورای مذهبی. خب به نظر میرسه شاعران این رو داشت، به نظر میرسه که یه باور به این بود که یک گونه خدا به نوعی در کاره و اینجا اونجاست و این میدونید در هیچ ذهنی با هیچ واقعیتی نمیخونه. این باور مذهبی است که بعدن ای بسا زمینه رو فراهم میکنه که به آخوندها نه تنها به این دلیل این فرصت رو بده که بتونن به راحتی به عنوان تنها گروه آزادی که تقریبا همه کار میتونست بکنه در همه عرصه ها عمل کنند و اون زمینه رو فراهم میکنه. بعدم یه دفعه باوری که در امریکا مثلا این برژنسکی لعنتی از نظر من راه انداخته بود که ما تنها راهی که میتونیم جلو حرکت کمونیست و مارکسیست رو ببینیم این است که کمربند اسلامی رو سبز رو ببندیم زیر اتحاد جماهیر شوروی و جاهای دیگه. خب اصلا متوجه نبود که این ارتباطات اینقدر سطحی است و بنابراین شاه هم شاید باورش این بود که واقعا از طریق مذهب میتونه جلوی کمونیست و مارکسیست رو بگیره. در حالی که شما اگر نگاه کنید به مطالعات علمی تو این زمینه، حتی آنچه که حتی لنین میگفت، لنین باورش این بود که اتفاقا پیشرفت مارکس و مارکسیست در جاهایی که مردمان متعصب مذهبی هستند. حتی توصیهش درباره اون زمان روسیه این بود که برید سراغ اینا برای که اینا وقتی مؤمن بشن یا بپذیرن مارکسیست رو، این مؤمنین سابق فعالترین ها هستن که مطالعات علمی بعدی جامعه شناسی اینو نشون میده. خب بنابراین یه مقدار تصورات و توهماتی به نظر من تو این زمینه جا افتاده بود و دیکته میشد چه حتی در سطح جهانی و چه در ایران هم پذیرفته شده بود که ما اگر بخوایم جلو
مارکس رو مارکسیست رو بگیریم قرار است که حرکتی بکنیم و در اینجا این فرصت رو حتی دادن. به نظر من قرآن کریمی که یه جنبه مکه رو داره که آرام است و مهربان است و لایق رعاف دین رو داره که هیچی سو لکم دین و کن ولی دین به قول یا عیال کافرون به کافر دین شما دین شما دین ما هم کاری به کار هم نداریم. قرآن مدینه ای میشه که دیگه تحمل هیچ کس و هیچ چیز مختلف و مخالف رو نداره و بنابراین قرآن مکه ای که مبنای زندگی ایرانیان بود و اصولا مسئله اصلی شهادت و مظلومیت بود به یک باره وارد قرآن مدینه ای میشه که حالا مسئله جهاد و آزادی و آزادگی و عدالت مطرحه و زمینه رو برای اون انقلاب فراهم میکنه و در نتیجه این گرفتاری در اونجا به وجود میاد که از طریق مذهب بخوان یه دشمنی رو از بین ببرن که اصلا به یک اعتبار در اون حد و سطح نبودند و اگر یه نکاتی رعایت میشد اصلا میتونست خطراتی نداشته باشه، همطور که بعداً مشخص شد در اون حد و سطح و اندازه نبودن. ولی اینی که میخوام خدمتتون عرض کنم این باورها و اعتقادات مذهبی و یا سیاسی شاه بود که من فکر میکنم به مقدار زیادی زمینه رو فراهم کرد چون تعیین کننده و تصمیم گیرنده اصلی و اساسی در این موارد بود. برای که کسانی که دور برش بودن، حالا شاید یه اشاره بکنم حالا که بحث روانی شده، ببینید مطالبی که من شنیدم واقعا شنیدم و لطفا دوستان نمیدونم بگم شنیده منو نشنیده بگیرم، حرف می بود که ایشون یه مقداری شک داره و سوء ظن داره که البته با توجه به دوقلو بودن و فرزند یک پدر مقتدر بودن و در بحران‌های مختلف و متفاوت و توطئه‌های فراوون زندگی کردن و توطئه‌هایی که در سطح جهانی در اون منطقه وجود داشت و استثمار و استعماری که بود، حتی خود استادی می‌دونید صدها سند الان بیرون آمده که فرض کنید انگلیس‌ها پول می‌دادن که بگن هر اتفاقی در ایران افتاد زیر سر انگلیس هاست، برای که میخواستن یه مردمی رو از باور به خودشون باز بدارن و بگن همه چیز زیر سر انگلیس هاست، انگلیس ها بخوان هر که بخوان میارن، هر که هم بخوان میبرن. این انگلیسی که بارها خدمتتون عرض کردم مسائل ساده خودش رو نمیتونه حل کنه، این انگلیسی که خودش گیر افتاده سر مسائل ساده، حتی سر همین جدا شدن از اتحادیه اروپا، حالا فهمیدن توده مردم فریب خوردن و چه اشتباهی کردن، یعنی توان حل مسائل ساده اقتصادی اجتماعی خودشون رو با داشتن همه قدرت ها ندارن. ما گرفتیم نشستیم فکر کنیم برای ایران یا برای کشورهای دیگه 20 30 سال برنامه چینی میکنه. آخه این از کجا اومده؟ یک کسی مثل برتراند راسل میگه من وقتی از چین آمدم و با مسئولین وزارت امور خارجه انگلستان که سیاست خارجی بریتانیای کبیر رو مشخص میکردن روبرو شدم، متوجه شدم اینا فقط خودخواهیشون بیشتر از نادانیشونه، چیزی نمیدونن. یعنی میخوام بگم متاسفانه شاه یه مقدار زیادی باور داشت، باوری که در ایران جا افتاده بود که اینا خیلی کارها میتونن بکنن، خیلی نقش ها دارن، باید مواظبشون بود و در مقابلشون ایستادن خطراتی داره، مگر اینکه شما بتونید یه موازنه رو برقرار کنید. شما یه اشاره فرمودید، من یه مدت کوتاهی در سازمان رادیو تلویزیون، مدت چند ماهی که بعد دیدم نمیتونم اونجا کار کنم با وجود که رئیس اونجا مرد بسیار آگاه و دانا و توانا و مهربانی بود آقای رضا قطبی، خاطرم است که اصلا یه موازنه منفی بود در بخش اخبار، حرف این بود که ما یه کاری بکنیم که کسی اذیت نشه، نه اون زمان اتحاد جماهیر رو شوروی اذیت بشه، نه امریکا، انگلیسی ها، فرانسوی ها یا کشورهای دیگه، یک کاری بکنیم، چیزی نمیتونیم ازشون بگیریم ولی یه جوری شرایط رو برقرار کنیم که دست از سر ما بردارن. ولی شما نگاه کنید به هموطنان خوب و عزیز، قصه دایی جان ناپلئون نیست ولی باور ما اینه. من خودم در تجزیه و تحلیل انقلاب ایران که در قبل از انقلاب 1975 من درس میدادم، اعلان انقلاب ایران 17 تا بود، هیچ کدام کمتر از 1% نبود، چون بیشتر از 15%، بله نقش سیاست خارجی 6-7%، 8% شاید بشه گفت، ولی نه اینکه تعیین کننده باشن، نه اینکه اونا بیان این سیستما رو همجوری به هم بریزن. گفتم اصلا همچی دانشی نیست، ما کتابای استادای علوم سیاسی رو میخونیم،
میبینیم اصلا اینقدر مطلبی نیست که بدونن دقیقاً تو ایران در چه شرایط و وضعیت بود یا همکنون هست که بهشون بدن این اجازه رو بدیم که برای ما از 20 30 سال 50 سال قبل برنامه‌ریزی کنن. برای چرا فقط ما؟ چند تا کشور بدبخت و بیچاره ممکنه حتما توطئه میکنن، حتما سوء استفاده میکنن، حتما وقتی که بتونن با هر حرکتی در جهت منافع خودشون این کشورها رو نادیده میگیرن. ولی این خیلی متفاوته با اینکه فکر کنیم اینا آگاه و دانا هستن. روزی که افغانستان رو مورد اعتراض قرار دادن، اصلا 6 تا مأمور CIA اونجا بود، اصلا خبری نداشتن. حمله امریکا به عراق که منوع شد یه اشتباه فاحش بوده، بر اساس کدام اطلاع بود؟ یعنی بر اساس چه بود این کشتار چند صد هزار نفره از مردم و به هم ریختن؟ یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، متاسفانه به نظر میرسه، هر کی بگه نظر اشتباهی، من اصلا حرفی ندارم، دفاعی ندارم، به نظر میرسه که شاه ایران نسبت به تأثیر و خطرات اینها یه نگرانی ها داشت. این نکته رو عرض کنم که از نظر فردی و شخصی هست، ما در دنیایی هستیم که یه نفر قصد واقعا کشتن یه نفر دیگر داشته باشه، جز در شرایط استثنایی میتونه از جانش بگذره. به همجاست که همه ما آسیب پذیریم. من بارها عرض کردم، من اگر امنیت روانی و درونی نداشته باشم، اصلا بیام دور خونه خودم فرض کنید 10 تا بادیگارد بگذارم، بالا و پایین خونم گرده، من یه آپارتمانم توش 4 تا مسلسل کار بگذارم، 100 تا دوربین بگذارم تمام دور و برش، با وجود این اگر من آدمی هستم که از درون احساس امنیت و آرامش نمی کنم، احساس امنیت و آرامش نمی کنم، برای که شب که گرفتم خواب میرم میگم نکنه از این نگهبانا الان بیاد پول گرفته بیاد منو بکشه، سر منو ببره بره، همین که کنار من. همونطور که شما دیدید در جهت برخی از آدما، فکر می کنم اگر اشتباه نکنم آقای بختیار، شاپور بختیار، اتفاق افتاد. یعنی شما اگر اون احساس امنیت و آرامش رو از درون نداشته باشید، یا به هر حال آماده برای برخی از کارا نباشید، معلومه وقتی مسئله فردی و شخصی میرسه ما بسیار شکننده و آسیب پذیریم و هیچی. یعنی واقعا با خواسته یک نفر که حاضر باشه خودش رو یا خیلی چیزا رو به خطر بیندازه، هر کسی رو میشه نابود کرد. خب این وضعیت به نظر من زمینه‌ای رو فراهم میکرد که مقدار حساسیتایی باشه. حتی وقتی فرض کنید با مسئله اوپک و بعدن قیمت نفت و ایستادن در مقابل برخی از کمپانی‌های نفتی و اینا حرکت شد، حتما مخالفت ها و دشمنی ها بود، حتما کوششی به جهت برهم زدن بود. ولی در این حال سیاست های خارجی کشور ها نه اونقدر آگاهن، نه اونقدر با این سرعت از سر بازی و لجبازی تصمیم میگیرن، همطور که برای سال هاست در خصوص همه جا از جمله ایران نگرفتن. یعنی امید من این است که بدونیم یه مقدار ویژگی‌های روانی به نظر من در ایشان بود که با توجه به زمینه خانوادگی و نوع زندگی و جایگاهی که ایشون داشتند و جوانی که با تبعید یه پدری که وطن پرست بود، من نظرم این است که رضا شاه و آتاتورک دو نفری بودند که ایران و ترکیه رو از یه مرحله به مرحله دیگر بردن، کاملا پیداست. یعنی اینا رو میشه دید، بعد میبینه با پدر چه میکنند، یعنی اون واقعیت هست. آخر کار بیان ایران رو اشغال میکنند، بعد لقب به ما میدن پل پیروزی، دلمون خوشه که ما پل شدیم. یعنی هیچی، آخه دیگه توهین آمیزتر از این چی میتونه باشه که شما رو اشغال کنند، زندگی مردمی رو به خاطر قحطی ها و گرفتاری ها از بین ببرن، مردمی کشته بشن بمیرن، بعد بگن شما پل پیروزی بود برای چی؟ برای یه جنگ، یه بیمار روانی به اسم هیتلر و ماجرای فرض کنید هیتلر و ژاپن و ایتالیا. یعنی اینا اون موضوع و مسائلی است که برای من مهم است که ویژگی روانیشون رو بدونم. اما در این حال اگر اون حرفا درست باشه، شما یه دفعه ایشون با یه بیماری روبرو شدن، یه بیماری که با توجه به آنچه که در جامعه ایران هست و بعدم جایگاه ایشون هست، معلومه پنهانش کردن، شاید هم صلاح این بوده، نمیدونم. پس پنهان نمیکردن که فرقی که در مسیر بهبودی نداشت، بلکه احتمالاً از بهترین پزشکان در این باره استفاده شده. ولی برخی از این بیماری ها چون برگشتی نداره و فقط در مسیر پیشرفت بیماری است و فقط زمان رو تغییر میده، و بعدم بسیاری از این بیماری ها
نه به خاطر بیماری، به خاطر نزدیک بودن به مرگ. برخی از اون داروها به خاطر ماهیت این داروها تمام سیستم مغزی و عقلی انسان رو به هم می‌ریزه. یعنی من نمیتونم گونه دیگه باشم. مطالعات روی گرسنگی نشون داده شما منو دو روز گرسنه، نه روز مثلا رژیم بگیرم یا روزه بگیرم، نه دو روز منو گرسنه نگه داری، من دنیا رو یه جور دیگه میبینم، چشمای من یه جور دیگه کار میکنه، مغز من یه جور دیگه کار میکنه. و حالا شما بیاید ببینید یه بیماری اینچنین آمده، تازه جرأت ابرازش هم به عزیزان و نزدیکان یا حتی مردمی که براش مهمن رو نداشته باشه، فتو یه مسیر قرار بگیره. بعدم همونطور که بود با توجه به اینکه اهمیت میداد که فرزندش جانشین او بشه، خب اون در سنی نیست که بتونه پیشون مطمئن باشه که این کار میتونه بکنه. ضمن مجبورم باز این عرض کنم دوستانی که با من مخالفن لطفاً بعد من باشن، شاه در وطن پرستیش و دوست داشتن ایران و ایرانی بحثی نیست و قصد من از ایران وطن پرستی پرستیدن نیست. این از لغت پرستار میاد. یعنی من نمیدونم چرا ما وقتی میگن وطن پرست یا فکر کنیم کسی که وطنشو میپرسته نیسته مثلا در مقابلش سجده میکنه، نه، وطن پرست یعنی کسی که از وطنش پرستاری میکنه، مواظبت و مراقبت کنه و اینو داشت. اینا رو که نمیشه انکار کرد. یعنی شما چگونه میخواهید با کسانی مقایسهش کنید که ای بسا نه تنها مردم یا ملت، حتی خانواده و فامیل، حتی اجازه بدید به عنوان کسی که کمی با مسائل روانی آشناست، فرزندان و عزیزانش، حتی بالاتر خودش، اون ارزش و اهمیت رو نداره. بنابراین من نمیدونم واقعا ویژگی شاه ایران در جهت اعتماد به نفس و یا حرمت نفس، دو پایه اصلی و اساسی که بر مبنای اون ما زندگی میکنیم، مثلا کجا بوده، چه خبر بوده. و بعد قرار گرفتن ایشون در یه موضعی که از یه طرف مشهوره ولی به دنبال محبوبیته و از جانب دیگه ناچار باید پنهان و ناپیدا باشه، به همجاز که به این راحتی ها توان این نیست که حتی بتونه تو جمع بیاد جز در یه شرایط خاص، بدونی که از قبل تمهیدات لازم از نظر محافظت انجام شده باشه، اونم تازه با یک کشوری که در داخلش تضادها و تناقضها هست، با کشورهای خارجی که اصولا از طریق به هم ریختن اوضاع خاورمیانه تمام مدت آبدا بهره گرفتن. شما میدونید گفته شده 200 یا 100 تا 200 تن پنبه رو از هند میبردن به انگلستان، در مقابلش یه تن پارچه بهشون میدادن. یعنی این مبادلات واقعا ظالمانه وحشیانه. بعد از جانب دیگه قدرت هایی که هست، بعدم با توان تخریب و نابودی که همه گونه وجود داره، زمینه ای رو فراهم کرد که به هر حال اونگونه که گفته میشه اون توان برای ارائه اوضاع نباشه. تازه شاه ایران چند تا مسئله داشت. من خودم تو دفتر مرکزی برنامه ریزی سازمان برنامه بودم، یعنی در یه جایی بودم که من مسئول بودجه عادی و پول بودم، پول و عرض بودم، یه دوستی که اسم کوچکش حسینه مسئول بودجه عمرانی بود، یه عزیز دیگری که اسمش جمشیده، اسم کوچکشون رو عرض بکنم، ایشون مسئول نفت بود، چون بودجه عادی و عمرانی و پول و عرض و نفت تکلیف رو روشن میکرد. ما فرض بفرمایید که مطالبی رو آماده میکردیم، یه رئیسی داشتیم که به اون میدیم، اسم کوچکش الکس بود، از عزیزان دانشمند آگاه ارمنی بود، بعد میرفت زیر دست آقای دکتر آبادیان که رئیس دفتر مرکزی برنامه‌ریزی در طبقه پنجمی که ما بودیم، و بعد ایشون اینا رو میفرستاد برای قائم مقام سازمان برنامه که برای یه مدتی حتی دکتر شاپور راسخ بود، بعد میفرستادن برای رئیس سازمان برنامه و بودجه که فرض کنین آقای فرمان فرمایان بودن، یه مدت کوتاه آقای سمیعی بودن، بعد این میرفت سراغ دفتر مرکزی بودجه که معاون نخست وزیر و رئیس دفتر مرکزی بودجه در ایران مثلا دکتر علی هزاره بود که استاد خود من در دانشگاه تهران در دوره فوق لیسانس پول درس داره، یکی از بهترین متخصصین و آگاهان بود دکتر علی هزاره.
بعد اینا می آمد بانک مرکزی، بعد وزارت دادگست، وزارت دارایی و شورای عالی اقتصاد، شورای پول و اعتبار. یعنی مطالبی نوشته می شد، من چون چند بار دیدم، من خاطرم از خودم در یه گزارشی شرکت داشتم و این گزارش حتی من مطلبی که نوشته بودم نوشته بودم که اعتقاد یا نظر درباره این موضوع نشان دهنده نداشتن شم دقیق اقتصادی است. تایپیست تایپ کرد و پشم دقیق اقتصادی است. باورتون میشه از یه مراحلی گذشت تا قبل از اینکه برسه به اینکه گزارش آماده بشه خوشبختانه فهمیدن درستش کردن. اما من دو سه تا ورقه رو دیدم که گزارش ها رفته بود، بعد شاه با معمولا قلم قرمز و از اوقات چیزی که اعتراض داشت رو هست خط کشته بود دنبال دوربر یه لغت یا یه جمله، بعد اصلا نوشته بود چرا درست نیست، با اون نمیخونه. اینا چیزایی بود که اقلا 5-6 مرکز اقتصادی و آگاه درباره مسائل اقتصادی مربوط به سازمان برنامه گذشته بود و هیچ کس ندیده بودش و اون متوجه بود، برای که من خودم به چشم خودم دیدم که تعجب میکردم چطور هیچ کنم از این آدم ها نیدن، من که خب در حد اون سواد و آگاهی نبودم. یعنی شما با یه آدم آگاه دانایی روبرو بودید که کشورش و مردمش رو دوست داشت ولی درگیر یه مقدار شرایطی بود که اگر مخصوصا ویژگی روانی ایشون بر اون عدم اعتماد و اطمینان و شک و سوء ظن باشه، اگر به خاطر اطرافیان و گفتگوهایی که درباره دربار بود موضوع و مسئله ای داشته باشه، اگر شرکت های بزرگ نفتی که حاضرن به خاطر منافعشون هزاران که سهل صدها هزار نفر رو هم به کشتن بدن با شما از سر جنگ در آمدن، معلومه که یک شرایط کاملی به وجود میاد که اوضاع به هم بریزه و بعدم یه جامعه‌ای که وارد یه مرحله هیستریا یعنی هیجانی میشه که شدیم دیگه. من بارها عرض کردم من قسمت آخر معاون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، ما 41 استاد داشتیم، استاد فول تایم داشتیم غیر از 3-4 نفر، بقیه یا مارکسیست و چپ بودند یا ملی یا ملی مذهبی که امروز میگن، یعنی واقعا یه ترکیب حیرت انگیز. و بنابراین شما دانشکده ما وقتی ساعت 3 بعد از ظهر میشد نصف دانشجویان رفته بودن حسینی ارشاد یا جای دیگه. یعنی ما قبل از انقلاب با یه چنین اوضاعی روبرو بودیم که نه تنها استادان، اونم استادان رشته علوم اجتماعی، مردم شناسی، انتروپولوژی، جمعیت شناسی، اقتصاد که قرار بود سوشال ساینس هستند، یه نگاهی این چنین به اوضاع داشتن. به همین جهت بود که من خودم اولا پیش بینی انقلاب ایران رو که تو کتاب 1975 نوشتم، زمان انقلاب درس میدادم، قبل از سال 80 خواهد بود، خودم سال 77 دو سال قبل از انقلاب اومدم بیرون چون می‌دونستم بازگشت و برگشتی نیست. و به همین جهت است که خب این شرایط چرخید و چرخید. البته همیشه حوادث تاریخی میتونن به گونه‌های مختلف و متفاوتی در بیان و حرکت کنند، ولی چنین شد. آخر عرایزم این جمله رو عرض کنم، همین گونه در خدمتتون بودم، لطفاً عرایز من رو اگر میشه نپذیرید، باشم کاری نداشته باشید، ولی نظر یه آدم کمدانی رو که به هر حال در شرایطی حرفی زده امیدوارم فقط شنیده باشید. ممنون، تشکر میکنم دکتر لکوی، همین که پذیرفتید نظرتون رو بدید در این زمینه. پرسش سختی بود ولی تلاشتون کردید که نظرات خودتون رو بیان بکنید، هموطنان ارجمندم شنیدن. حالا شاید لازم باشه مثلا یه چند پرسش من دارم که حتما میمونه برای جلسه بعد، ولی خیلی ممنونم ازتون. برادر عزیز خیلی تشکر میکنم. هموطنان عزیز سپاسگزار از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی بکنید.